امروز روز اول مهر است و زنگ مدرسه در گوشهای ما آواز می شود. آن کودک شکسته در اعماق خاطرات با چشم اشکبار دستان پر کرامت مادر را می بوسد. پیشانیش از بوسه پدر نقش یگانگی میگیرد. دارالفنون در چنگ دین فروشان دار و نفاق شد. شوکت ملک در خاکهای سرد خاموشی مضاعف خود را دنبال میکند. امروز روز اول مهر است. علیرضا نوری‌زاده دوشنبه اول مهر ماه برابر با 23 سپتامبر به شما سلام میکنم. روز غریبی است این اول مهر، برای همه ما چه خاطراتی رو زنده میکنه. سالیان سال اول مهر مرحوم هویدا میرفت دارالفنون و زنگ رو به صدا در می آورد. حالا دوباره دکانداران دین بر دادگستری ما، آموزش و پرورش ما، زندگی ما مسلط شدند و اقوال شیخ ابراهیم زنجانی بیاد می آید که این دین فروشان از خدا بی خبر با دکانهایی که باز کرده اند مردم رو فریب می دن در همه زمینه ها. دین فقط یعنی مستحبات و شک مبتلات و حیض و نفاس. دین از نظر علم، از نظر اونا اینه، بقیه علوم باطل است، مال کفاره. و اونقدر هم نگاه می کنه می بینه که ما گرفتار چه کسایی شدیم در این روزگارمون. باری اسلام ناب انقلابی محمدی، نوع سلفیش، حرکت الشباب در نایروبی 60-70 انسان بیگناه رو رفتن خرید کنن، به کشتن داد. خیلی تلخه. ببینید این اسلام ناب که با ظهور آقای خمینی از کوزه اومد بیرون، قبلش هم بود ولی سرکوب شده بود، یعنی اخوان المسلمین تو مصر عبدالناصر دخلشون رو برد، در جاهای دیگه هم همینجور، ولی در کشور ما متاسفانه آقای خمینی این جن بی شاخ و دم رو از کوزه در آورد و به جان عالم انداخت. خمینی اسمش در تاریخ هم عرض چنگیز و تیمور و تمام این آدم کشان تاریخ باقی خواهد بود، ولی در این زمینه اسمش بالاتر از همه است. آدمی که اومد اسلام رو سیاسی کرد و به جان عالم انداخت. نگاه کنید چه نفرتی همین نایروبی در دل سیاهان برانگیخت، سیاهانی که دهه 60 دسته دسته مسلمان می شدن. همون قول مرحوم مهندس بازرگان، یدخلون فی دین الله افواجا و بعد از ظهور آقای خمینی یخرجون من دین الله. آقا اصلا اسم دین رو نمی شه آورد. توی جمعی نشستی میگه آقا به اعتقادات مردم باید احترام گذاشت، کلی ناسزا نثارت میشه. همش به خاطر اینکه اینا اومدن دین رو مصادره کردن و این دکون پربرکت رو برای خودشون نگه داشتن. من حتما این کتاب شیخ ابراهیم زنجانی رو میرم اینجا چند فصلش رو براتون میخونم که ببینید در قبل از مشروطه در ایران چه انسانهایی پیدا میشدن و ما چگونه خوابالود و مست و بیهوش پاشدیم رفتیم با یه مش دروغ بیعت کردیم. راستی یادم باشه در برنامه سفیران فیلمی که داشتیم از ابن بابوی که بسیارم زیبا بود، همکار ما تهیه کرده بود در ایران، خیلی هم زیبا بود، یه اشاره اونجا میشد به مرحوم به زنده یاد
غلامرضا تختی و اینکه میگویند او رو کشتن. این البته چیز چرند و بی‌ربطیه، خود خانواده تختی هم اینو نفی کردن و کاملا معلومه مرحوم تختی خودکشی کرد. من به عللش کاری ندارم، ولی جهان پهلوان در برابر ناملایماتی طاقت نیاورد، اون روح پاک و زیبا نتونست تحمل بکنه و به حیات خود خاتمه داد. این هیچ چیزی از عظمت و بزرگی تختی کم نمیکنه، ولی ما در تاریخ دروغ نباید بگیم. آنقدر قبل از انقلاب دروغ به ما داده شد به عنوان واقعیت. صمد رو ساواک کشت، تختی رو ساواک کشت، مرحوم آل احمد هم تشویق میکرد، ترغیب میکرد، حتی در نوشتهاش به این اشاره میکرد. یکیش خانم اشرف دهخانی، من این کتابش رو وقتی موندم بارها گفتم اشک میریختم، میلرزیدم این کتاب رو میخوندم که چه شکنجه هایی به این مار به تنش انداختن، خرس انداختن، تجاوز کردن، یه مأمور ادرار میکرده فلان. توی بولوار میکد، توی خیابون میکدی روبرو سازمان آب، اولین مصاحبه مطبوعاتی که ایشون گذاشت من رفتم سازمان چریکا و ایشون رو نزدیک دیدم، یه کاپشن آمریکایی پشته بود نشسته بود و من با چه بهتی، با چه عشقی نگاه میکردم به این بانوی مبارز. و وقتی صحبت کردیم یه جا ازش پرسیدم اینا رو، یک نیم لبخندی زد، گفت شما باور کردین؟ گفتم بله. گفت پس من چه خوب نوشتم. آب سردی رو من ریخته شد، اومدم بیرون، همین پیاده روی بولوار الیزابت قدم زدم اومدم، اصلا حالم بد بود و و و و و انواع و اقسام. شما فکر کنید احمد دهخان رو حزب توده میکشه میزن به گردن اشرف، محمد مسعود حزب توده میکشه میزن به گردن خواهر شاه. یعنی تبلیغاتی که وجود داشت خیلی خوب کار میکرد. حالا با فکت و واقعیات روبرو هستیم، ولی من نمیدونم اسکی یه رگی رو از ما گرفتن، حوصله‌اش رو ندارم که حالا فردا متهم بشم آقا به مردم توهین کردی. نه من غلط میکنم به مردم توهین کنم، بنده بسیارم به مردم حرمت میگذارم، منتها من بر این باورم که ما یه خورده باید در قضاوتامون تجدید نظر کنیم. به هر روی آقای روحانی راهی نیویورک شد. از یه نظر من خوشحالم، خودم متاسفانه میخواستم برم نشد، قرار بود نیویورک باشم ولی به دلایلی نرفتم. احمد باطبی عزیز ما، نماینده ما در آمریکا، در غرب آمریکا، در شرق آمریکا هست و میره نیویورک و پوشش کامل میده از فعالیت آقای روحانی و آقای ظریف و الباقی. آقای روحانی فعلا قرار است با ویلیام هیگ و فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه، هیگ وزیر خارجه بریتانیا، دیدار و گفتگو بکنه. آقای ظریف هم یه 30-40 تا دیدار داره با وزرای خارجه کشورهای متعدد. صحبت از دیدار اتفاقی آقای اوباما و روحانی است، آن دیداری که اگر نایب امام زمان اجازه داده بود آقای خاتمی با کلینتون انجام میداد، بهترین رئیس جمهوری امریکا در این سالها، ایران امروز جای دیگری بود. اما آقای خامنه ای خوب میتونست، چون اگر اون دیدار انجام گرفته بود بساط فریب و تزویر و ولایت و اینا باید برچیده میشد. ایشون خوب میدونست که جلوشو گیره. این آقا شمشمای سپاه هم میان حرف میزنن. بله آقای علی فدوی، ایشون درجه ناوبان نباید داشته باشه، بهش درجه دریادار دادن. خدا شاهده منی که در عمرم از نیرو دریایی چیزی نمیدونم جز چیزایی که خوندم، دانشم از ایشون برای نیرو دریایی خیلی بیشتره. بله اخطار داره میکنه. بدبخت بیچاره وابسته فرنگی ایران در قطر رو گرفتن به جرم جاسوسی که با امریکا صحبت کرده، مثل امیر انتظام عزیزمون که با دستور مهندس بازرگان، با آگاهی آقای خمینی، با آمریکایی‌ها صحبت میکرد، اون بلا رو سرش آوردن. این بدبخت هم گرفتن 3 سال زندان محکوم کردن. بعد سپاه اخطار میکنه مواظب آمریکا باشید، ما امریکا رو در خلیج فارس ناک اوت میکنیم. از این جستای عبدوخیاری، رستم پهلوان پنبه‌ای ها، شما ایمان داشته باشید خدای ناکرده اگه یه روزی ما در معرض خطر قرار بگیریم، همین آقای فدوی اولین نفری است که تو سوراخ موش قایم میشه.
و آقای حاجی زاده هوافضا، همشون همشون مثل همه اینا، فقط پهلوان پنبه و مدالای حلبیایی که به سینه آویزون میکنه. اون آقای حسن فیروزآبادی نگاش میکنه که آقای خامنه ای راه نمیتونه بیاد و اون بیچاره سلشکر صالحی باید به این مردک سلام بکنه، چون 9 سال آقای خامنه ای ارشدیت به او داده. دردناک مملکت ما، دردناک. فرمانده کل قوای ما یک روزخانی است که آدم محترمی هم بود قبل از انقلاب، وعظ هم میکرد، کتاب صلح امام حسن می، فرمانده کل قوا. البته فکر کنم جای دیگه بهتره ها، مالکی هم تو عراق فرمانده کل قواست، همین تو اجورود میشست قلیون میکشید و یه چیز شاورمه توی لوله گاز میزد آقای مالکی. به هر روی آقای روحانی داره میره، به اعتقاد خیلی ها آقای روحانی مأموریت داره، اجازه داره، آقای خامنه بهش کارت بلانش داده که بره گفتگو کنه این مصیبت تحریم ها رو حل کنه. تحریم ها فشار وحشتناک آورده، گفتن در آستانه سفر ایشون دلار 100 تومن ارزون شد، خدا رو شکر امیدواریم ارزون ترم بشه، اما اینا همه موقته، اینا مثل آسپرینه، مثل مسکنه. اساس و پایه اقتصاد ما غلطه، اونو باید درست کرد. اینا به همین سادگی و راحتی حل نخواهد شد. آنچه که الان واضحه در مورد پرونده اتمی، واقعا آقای روحانی در صدد این کارو تموم بکنه، تا اونجا آماده است که تمام غنی سازی در فردو 20% متوقف بشه، تا اینجا آمادگی رو داره. بسیار خوب. دنیا هم بیش از این نمیخواد، دنیا شفافیت میخواد و تعطیل غنی سازی 20%. آنچه هم که تولید کردن باید زیر نظر جامعه بین‌المللی باشه، چون حتی برای سوخت امیرآباد اینا رو نمیتونن استفاده کنن، اینا باید بره روسیه یه تصفیه مجدد بشه، بره فرانسه تبدیل به لولای آلومینیومی بشه، برگرده برای اینکه نیروگاه ما در امیرآباد، در خیابون امیرآباد بتونه کار کنه که مصرف پزشکی داره و برای مبارزه با معالجه سرطان و غیره. تا اینجاش حاضره. در مورد آنچه مسئله دیگری است، کل روابط با غرب، مداخله در سوریه است، در عراق، در خلیج فارس، اسرائیل و همسایگان ما با نگرانی دارن به این مذاکرات مینگرند. همیشه در پس ذهنشون این است که آمریکا با جمهوری اسلامی در پس پرده یه ارتباطی دارن. اینا در واقع به هر حال دارن انجام میدن. از برکات اسلام ناب انقلابی محمدی کمی که در پاکستان به یک کلیسا حمله کردن، 78 نفر رو کشتن، بیشترشون کودکان و زنان در خانه خدا. یعنی میگه مسجد من که خانه خدای منه خوبه، باید بمونه، اما کلیسای تو که خانه خدای تو باید بین بره. وقت اعتقاد دارن اینا اهل کتاب هم هستن، باید بهشونم حمایت کرد. به هر حال بسیار برای من دردناک اینو دارم میبینم. در سوریه تا اونجا که میدونیم اسد مصاحبه کرد، رسما اعتراف کرد بله ما مواد و سلاح شیمیایی داریم، منتها با وقاحت برگشت گفت بله تروریستا سلاح شیمیایی رو به کار بردن. همه قرائن و شواهد و ادله حکایت از آن دارد که ارتش سوریه این کار کرد. ایشون میگه بله ما برای روزهای مبادا، برای اینکه دشمن به فکر استفادهش نفته داریم، داشتیم 1000 تن، 1000 تن که برای تخریب عالمی کافی است. و ایشون حالا قرار است که کمیته های بازرسی که میرن اینا رو بررسی کنن، چجوری تلفش کنن، چجوری از سوریه خارجش کنن، که زمان درازی خواهد بود. دو گروه تروریست در سوریه که ارتش آزاد باشون مقابله میکنه، یعنی دولت اسلامی و جبهه نصرت، اینا هم با هم درگیر شدن. خدایا جهان رو از شر اسلام ناب محمدی انقلابی در دو وجه شیعه و سنیش نجات بده. واقعا این اسباب ننگ مسلمانانه که به نام اسلام یه همچی دکانهای خون و
انتقام و تجاوز و نگاه کنید چی کار دارن اینا میکنن. آقا شما نگاه کنید این بشریت در برابر این غول، این چی بگم اسمشو، این هیولا، این حیوان چه باید کرد؟ بن لادن و احمد جنتی یکی هم دروی سکه. این جانورها رو باید پس زد از صحنه سیاست. اینا که با کشتن بچه های اینجوری، شما فکر کنید ایران کم داره؟ فیلمشو من براتون گذاشتم دیدید دیگه، پاسداری تو سوریه نشسته بود، فرمانده شون هم بود داشت اعلام میکرد بله ما اینجا هستیم و کمک داریم میکنیم. یعنی جمهوری اسلامی مستقیما در قتل بچه های سوریه دست داره، در قتل بچه ها و زنان سوریه دست داره، در تجاوز به دختران سوریه دست داره. چون اگه خود این پاسدار هم نکنن، پوشش میدن شبیه انجام بده، پوشش میدن دار و دسته جانوری به نام مقتدا صدر اونا انجام بدن، دار و دسته جانوری به نام فیلق یا سپاه بدر آقای هادی العامری اونا انجام بدن، دار و دسته گروهی از افغانهای وابسته به آصف محسنی اونا انجام بدن، دار و دسته حوثی های یمن انجام بدن. اینا همه زیر نظر دولت اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی در ایران است. واقعا اسباب تأسف. در مصر دو سه تا اتفاق خوب افتاد. یکی این که ارتش با اقتدار، با قدرتمندی تونست در نزدیک جیزه، همون جایی که اهرام مصر هست، یه منطقه کرداسه که منطقه این تروریستا بود پاکسازی کامل بکنه، دستگیرشون کنه، یه عده‌شون هم بکشه. کمیته بازسازی یا بازنویسی قانون اساسی تعدیلش رو تقریبا داره انجام میده. بعضی از اعضا خواستار تغییر کامل بعضی از بنود شدن. اخوان المسلمین به مناسبت بازگشایی دانشگاه و مدارس از دانشجویان و دانش آموزا خواسته تظاهرات کنن. نیروهای امنیتی گفتن ما وارد دانشگاه ها نمیشیم، اما اجازه نمیدیم دانشگاه ها به صحنه آشوب و زد و خورد تبدیل بشه. سریع دارم اینا رو میگم چون تو قسمت دوم برنامه مهمانی دارم و معمولا دوشنبه ها روز کامل سیاسی و جدی بود، اما چون این مهمان ما در راه رفتن بود، یعنی در واقع داشت ترک میکرد لندن و ما ناچار بودیم که این کار رو سریع انجام بدیم. به هر حال امیدوارم حالا سه شنبه به جای اینکه دوشنبه این کارو میکردم سه شنبه این کارو کنم. آقای دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد شد. جالبه. دانشجو رو برداشتن. برادر کامی جان برش داشتن و آقای حمید میرزاده که یه زمانی معاون نخست وزیر بود و تو دستگاه ریاست جمهوری و یه مدتی هم این برانور کار میکرد، اونو گذاشتن رئیس دانشگاه آزاد. به معنای دیگر آقای رفسنجانی سلطه خود را بر دانشگاه آزاد باز پس گرفت. الحیات امروز یه سرمقاله‌ای داره خیلی جالب، روحانی مر من هنا، روحانی از اینجا گذشت. بعد میگه که آقای روحانی فرش عصر خود را با نخهای ویژه‌ای میبافد، حدود صلاحیات، حدود مسئولیتاشو مشخص میکنه. رئیس جمهور در زمان هاشمی رفسنجانی بالاترین مقام اداری موظفین یا کارمندان رهبر بود. هاشمی نتونست اصول بازی رو بشکنه. محمد خاتمی بهای سنگینی داد وقتی تلاش کرد که یک خطوط یا نخهای جدیدی رو برای بافتن این فرش بیاره که ارباب کل دوست نداشت و پدرش رو در آورد. احمدی نژاد خوب درسش رو بلد بود و سعی کرد که از سپاه استفاده بکنه، ارباب کلم راضی کنه، کار خودشم بکنه. دوباره میرحسین موسوی سعی کرد نخهای فرش رو از مردم بگیره، مشروعیت بده به نظام و دیدیم چه به سرش اومد. و حالا آقای روحانی بافنده خوبیست، خوب بلد بازیشو، نخا رو از دست مقام معظم گرفته و مشغول قالی بافی شده. مجسم کنید آقای روحانی رو پشت دار قالی مشغول بافتن.
ترانه قشنگی هم میخوام. مرسی جان تربیت که بودیم، زنده یاد ابراهیم بنی احمد، برامون دار قالی گذاشته بود. مثل کار دستی میرفتیم قالی میبافتیم، بعد هممون یه دار کوچولو درست کردیم تو خونه. چقدر من شب نشستم گریه کردم این دار رو موقع که نخ سفت رو میبستیم هی کج میشد. بالاخره صبح پدرم منو برد پیش یه نجار، داد همونجا سریع بافت و من بردم مدرسه و یه قالیچه انقدری بافتم. درنگی کوتاهی میکنیم میریم به بخش دوم با مهمان من. لا 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 گل خشخاش چه نازی داره تو چشماش، و از نقاشی خوابت تو تنها فکر اونا باش. لا 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 گل پونه گل خوش رنگ بابونه، دیگه هیچ کس تو این دنیا سر گلش نمیمونه. کلاغ آخر رسید خون
خوشم، سر هر قولی میمونه. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان، سه چهار روز پیش راجب یه خانواده من حرف زدم، از یه پهلوون گفتم، تو پهلوونی که وقتی ما دیدیمش سنش بالا رفته بود، مسن شده بود، ولی همچنان رستموار وقتی شاهنامه میخون بدنت میلرزی. از نمایشنامه عصر جمعه گفتم برنامه دوم تقدیم میکند، به راه خرابات و چوب تاک، نوشته ارنست همینگوی، ترجمه بیژن مفید. از فهیمه راستگار گفتم، نیکو خردمند، منوچهر اسماعیلی. بعد از بهمن گفتم من بودم، رضا نصرت. آره و اینا خیلی بود. از قیصر گفتم و از اون برادر کوچولویی که توی شهر قصه موش شده بود، اون برادر کوچولویی گفتم دستی به ساز دارد و حکایت پدر با شاهنامه رو دنبال کرد. ببینید من چجوریم، وقتی راجب کسی حرف میزنم یا آرزو میکنم یکی رو ببینم، خداوند انقدر زود دعای منو مستجاب میکنه، باورتون نمیشه. اردوان مفید همینجا پلو من نشسته. خوش آمدی اردوان. درود بر شما. چقدر خوشحالم که خدمتتون هستم. همین چند وقت پیش که تشریف آورده بودید در امریکا، ما هم آرزو کردیم در اینجا شما رو ببینیم و اومدیم لندن. و جالب اینه که من یه استودیویی داشتم اون سوی ساختمان کوچولو، از اون پشت میشستم برنامه پنجره رو به خانه پدری رو برای شما ارائه میکردم، و اردوان اومد اینجا، دوتایی با هم نشستیم یه برنامه نیم ساعته اونجا پر کردیم. اینقدر این برنامه مورد توجه شد، من هر جا نگاه میکردم دیدم همه دارن راجبش صحبت میکنن. اردوان یکی از هنرمندان است که بدون هیچ ادعایی آدمی است که شاهنامه، عاشق شاهنامه است، تو وجودشه. یه کار قشنگی کرد چند شب پیش تو لندن، داستان کاوه رو که داشت میگفت، پرچم شیر و خورشید سرنگ افتخار ما رو زیر اون چرم پوشیده بود، یه دفعه چرم و کند و پرچم رو کشید بیرون و رفت تو کدیگان تیاتر قاطی مردم، و چقدر مردم استقبال کردن. خودش براتون میگه اردوان و شاهنامه، اردوان و میان پرده هایی که هیچ وقت من یادم نمیده، اردوان و داستان هایی که توی ذهن ماست، تو خاطره ماست، برای ما نقل کردن، اردوان و ساز و دودنگ صدایی که اون زمزمه زیبای تهرون و یه گوشهای تهرون رو به یاد آدم میاره. من یاد حاج میز عبدالله چیتکر پدر بزرگم میفتم که همین امشب شب مهتابه رو میخوند و همین ماهور رو میزد با تار و ستاره. خب اردوان عزیز، این دفعه به لندن آمدی برای چی بود؟ امروز الانی که من به لندن اومدم، در همین لحظه‌ای که من در خدمت تو هستم، من بلند درود میفرستم به همه شمایی که از در خانه پدری به پنجره رو به خانه پدری ما رو نگاه میکنید، به شماهایی که در تمام نقاط جهان نشستید و به برنامه علیرضا نورزاده نگاه میکنید، دوستی که در یک سلسله خانواده ایران از روزنامه و رادیو و تلویزیون و شعر و شاعری، همه اون چیزهایی که ما این ور با ساز و با شاهنامه خاطر کردیم، او هم در اون ور داشت. این دوتا وقتی که به هم دیگه میرسیدن، انفجار ایجاد میشد. من جای روزاده اومدیم ما در لندن، ابتدا برای اجرای این شب مهرگان، برای مهرگان، بچه هایی که برنامه گذاشته بودن فوق العاده زیبا. خب چی بود بگید برنامه؟ برنامه در واقع اساس برنامه بر یک ترانه آقای عارف بود که خب دوست قدیمی همه ماست. عارف هم یک جایی از خاطرات ماست که اصلا نمیتونی بگی که بود یا نبود. عارف و نارملا، عارف و نارملا شروع کردن و بعد عارف عارفی شد که دیگه رو صحنه بود. بعد اومد تو لس آنجلس، همسایه‌مون شد، بعد از همسایگی اومد رفت به دبی، امروز در دبی است، بسیار موفق. و بعد یک گروهی به نام عجم بودن که این بچه های این ور چقدر زیبا، چقدر خوب، جوون و دانش، یک کاری رو دارن که احتیاجی است که بشینه یا رو 300 ساز بزنه. اون ترکیب این سازها و ترکیب آهنگاشون فوق العاده بود. بعد دیگه بعد میشه دو بعد مرد شاهنامه که داشت شروع میشد،
تصویری که امروز من در ایران میبینم و هر بار ما صحبت کردیم در این شاهنامه است، در واقع مهرگان در شاهنامه نشستن، یعنی بازگشت آزادی از فریدون به فضای جهان اون روزگار است و با تأکید بر اینکه مهرگان در واقع روز برچیدن محصول هست. نکته ای که من در اونجا گفتم این بود که در فروردین ماه بعض رو کشاورزان می ریختن برای اینکه در مهرگان جمع محصول بکنند، در مهرگان بذر دانش می ریختند که بعد بر بیفشانند. به همین دلیل زنگ مدارس که بر می خورد، زنگ مدارس برای دانش آموختن بود، زیرا در اون دوران کشاورزان کاری نداشتند و زمین هم در خواب بود. آنچه که در این قصه ضحاک هست و من اون شب دو سه تا نکته رو گفتم که بد نیست الان ما من و جناب علی که در اینجا نشستیم، درست به دلیل همون ضحاکی که در خارج از کشور نشستیم، نه به دلیل کاوه و نه به دلیل فریدون، شاید فریدون و کاوه ها امروز در کارند که ضحاک از پای در بیاد. و چقدر زیبا سیمین بهبهانی درباره این که چگونه اون از بند رهایش کردیم و چقدر ساده این بند رو رها کردیم، نشانه ها و در سخن های خود شما وقتی بر میگردید به شاهنامه، این تلنگرهایی که میزنید، شاهنامه الگوی زندگی ماست نه تاریخ زندگی ما. هر بار که من میگم این الگو، چون الگو خیلی گنده تر از زندگیه، برای همین حماسی است، ولی قصه های عامیانه زندگی مردم در اونجا بوده. نهایتا این دوتا رو من میبرم صحنه. گفتم شما نگاه کنید که رمز این شاهنامه، وقتی که بارها و بارها شاهنامه رو میخونی، به یک کلیدی هایی میرسی توش. اون کلیدها احتیاج به قفل دارن، قفلا بسته است. مردمی که میخونن میگن یک ضحاکی بود و اومد در یونان نشست و چون پادشاه ایران جمشید شاه از خدا بی خبر شد و گفت منم زد، میره بیرون و ضحاک میاد. از اون ور یه کاوه‌ای میاد و میره. خب داستان ظاهر قصه است. ببینیم این کلیدای این کجاست. مگه ممکنه هم چیزی که شما نیمی از بخش اول شاهنامه رو از تمدن ایران داری و در اوج تمدن به جمشیدی میرسی که آنچه را که در جهان آن روز بوده فراهم میاره، در سه خط این بره بیرون؟ نگاه میکنی میگی نمیشه آخه، شاهنامه نمیتونه مقدمه‌ای به این دلانگیزی بگذاره و یک دفعه به این نقطه. و بعد از این نگاه میکنی میبینی هر شخصیتی در شاهنامه افتخارشان است که به خانواده جمشید وصله. اگر این جمشید مردود بود هرگز این افتخار نمیامد. به کی داره میگه که از خدا بی خبر شده؟ به جامعه ای میگه که به دنبال ضحاک میره که پدر نام او رو اژدها گذاشته. شما کدوم بچه ناقص الخلقه بد ترکیب زشت به دنیا بیاد باباش اسمشو بذاره اژدها؟ نگاه میکنی میبینی نه، شاهنامه در کوتاه مدت در همون اول به تو میگه که تو با یک اژدها طرفی. و عجب آن که این اژدها رو نه تنها اون، شیطان رو هم در قالب اون میگذاره و این شیطان میاد و مارهایی بر دوش این میروند، نهایتا اژدهای سپوزه ای میشود. جمشید با تمام فراورده ها و در اوج قدرت، مردم در رفاهی هستند که 300 سال به گفته حماسی تاریخ مرض در این مملکت وجود نداشته. شما تصورش بکنید، قبایل مختلف اومدن، کشاورزی به اوج رسیده، چوپانی به اوج رسیده، از دل کوه سنگ، از سنگ آهن، آهن رو در ورده، در اون دوره بالاترین تکنولوژی جهان دیگه. شما تصورش بکنید که دوستان سپاهی این مردم میرن به دنبال ماری، اژدهایی که بیارن بذارن سر جمشید، چرا در داخل خودتون نگشتین؟ رمز شاهنامه بر این است که من با این سخت نمیام تمام تاریخ تمدن ایران بذارم کنار، به خودتون بیاندیشید. او که فکر میکرد همه کارو کرده است و همه چی دارد، اون رفاهی که زیر دلش میزنه، اون چیزی که داره فکر میکنه دیگران بهتر دارن، اوست که به دنبال ضحاک میاد. بارها من اینو گفتم که آقا وقتی میگیم کاوه آهنگر، حلبی ساز سر کوچه ای ما نبوده. این آهنگری در دورانی که تازه ما از دوره سنگ حجر در اومدیم به دوره آهن رسیدیم، از دل سنگ آهن در بیاریم، شغل مهمیه.
بالاترین تکنولوژی جهان رو شب گفتم درستم. تکنولوژی گفتم ببخشید در زبان شاهنامه نیست ولی من مجبورم به شما بگم فناوری هم دوست ندارم برای که اینا گذاشته هم آره. خیلی برای من سخت است چهار تا کلمه از این فناوری جمهوری رو میگم آقا این تکنولوژی رو اگه استفاده نکنی نمیخوای استفاده کنی بعد تلویزیون هم نمیتونی استفاده کنی تلفن هم نمیتونی استفاده کنی اینترنت هم میگن رایانه میگم خود تو نگیر اینترنت که تمام جهان نمیفهمه برای اینترنتی مال ما نیست ما داریم با جهان در ارتباطیم اون روزگار یک آهنگر میاد یعنی بالاترین تکنولوژیست علت این که بهش احتیاج دارن نمیتونن بکشنش این است که او تیغ هندی درست میکنه باید. در میاره تمام سپاه به این بسته است وقتی بلند میشه میاد میگه چنانت بکوبم به سنگ گران که کوبند بر سند آهنگران این سندی که این داره و این پیشبندی که این داره بلند میشه میاد در درباری که حالا توی شنونده باید ببینی که کجا این ضحاک آورده آقا این پیرمرد به نسبت تاریخ 960 سال باید. حکومت کرده 40 سال آخر عمرشه در خواب میبینه که یک پسر جوونی کوچیکتر از دو برادر بزرگتر میاد و او رو به مسمار میکشه به بند میکشه از خواب که میپره در این فاصله باز من با تماشاگرم یک بحثی رو کردم که خواهش میکنم گوش بکنید گفتم این 1000 سال زندگی کرد 1000 سال هم جمشید زندگی کرد این تاریخ حماسی دیگه دو تا دختر داره جمشید یا دو تا خواهر داره به نسبت خواهر 1000 ساله رو این گرفته شده 2000 ساله تازه فریدون میاد خواهر 2000 ساله رو میگیره منوچهر از توش در میاد مگه ممکنه هم چیزی نگاه کنین چرا داره این میگه میرید میبینین دو خواهر دو زاینده سپاه هستن و خزانه مملکت این دو رو این میگیره و میتونه بیاد و در بازگشت فریدون هست که این دو خواهر رو باز میستاند و داستان ادامه پیدا میکنه این کلیدایی که من دارم بهتون میگم شاید وقتی نقالا در گذشته میخوندن قصه رو میخوندن ما به دنبال کلیدواژه هایی هستیم که این جوان آینده بدونه که شاهنامه رو نمیتونی اینطوری بخونی بگه خب یه نفر گفت قصه رو بریم که من بارها با جناب عالی هم صحبت کردم که اگر روز ما بخوام شاهنامه رو بخونیم با این شکل بعد بازش کردیم مردم بدونن این قصه عمومی است و بعد وقتی که کاوه میاد این مردک از وحشتش امروز بارها من دیدم که این حاج آقا هاریه که شما میگین حاج آقا فلان علی فلان فلان اینا که الان بر سطر قدرتن طرف 85 سالشه آقای رفسنجانی رو که نمیدونم 80 سالشه رو مردود میکنه میگه به خاطر کبر سن بله این از روی فراورده اینا چون روی زیاد بگم ممکنه مثلا لغ باشه میگم روی فراورده اینا فزون روی اینا این مردک بعد از 960 سال زندگی ضحاک که نشان دهنده پلیدی است در این دوران یک مجلسی میاراید استانداران شهرداران سالاران سپاهیان همه رو جمع میکنه یک تومار میذاره که بنویسید که من ضحاک ابن ضحاک ابن ضحاک بهترین مرد دنیا و بهترین پادشاه جهان بودم زیرش هم امضا میکنه شاهنامه از نظر دراماتیست ببینید یعنی از نظر یک نمایش اصلی در این لحظه کاوه وارد ماجرا میکنه کاوه در رو میکنه میگه مردک من 17 فرزند داشتم تو همه اینا رو کشتی دادی به مارها مگه شماها فرزند نداریم بدیم به مارها که فرزند منو فقط میبرید این آخرین فرزند منه که شما دارید میگیرید و اشاره همین امروز داره نگاه میکنه میگه آقا شما این آقازاده هاتون که در تمام جهان هستن که ماشین نمیدونم 100 میلیون دلاری سوار میشن اینا مگه تافته جدا بافته از مردمن چطور که جنگ میشه این بدبخت ها باید برن جنگ این سوال رو کاوه در درون اونجا میکنه نکته ها توی این هست باز میکنه و میگه خیلی خب برای اینکه حالا ظاهر قضیه رو میگه بگه پسرشو بهش پس بده پسر رو میگیره میگه حالا که من پسر رو به تو دادم حالا که من بچه خیلی خوبی بودم دیدی که من چقدر خوبم زیر این امضا کن کاوه باسواد نگاه میکنه اینو میخونه اینو ببینید اینجا که من میگم اون تکنولوژیست هایست تکنولوژیست این هیز لایف بوده اونجاست این ور میده نگاه میکنه بر میگره میگه توف به روی شما بزرگان این مملکت که نشستید سکوت کردید امضای زیر قهریه ای رو دارید میکنید به عنوان یک انسان که خجالت نمیکشین شما اینو پاره میکنه
و میندازه. تصویر رو شما تصور بکن، میاد در بازارگاه، حالا من اومدم در بازارگاه. تا اینجا اردوان مفید داره نقل میگه، مردم هم داره میگن و چقدر زیبا. این مردم من بهشون تبریک میگم، بهتون بگم کارهای ما در این بارها، ما با هم دیگه پشت این صحنه ها صحبت میکنیم بله. که ما چه نتیجه ای داشته کارمون. آیا شنیدن؟ شما باورتون نمیشه، نکته به نکته رو این مردم میگرفتن. یعنی نشون میده با ما دارن زندگی میکنن، امروز دارن زندگی میکنن. آقای میاد، وقتی که میاد که مردم رو دور خودش هم بکنه، این پرچم از زیر زره درفش. من در اومد به عنوان درفش کاویان، پرچم شیر خورشید نشان ایران، با این احتساب که درفش کاویان ما امروز این است. این درفش کاویان رو من بردم تماشاگر، زار میزدن و میبوسیدن این پرچم رو، به دلیل اینکه میدونستن مفاهیم این چه. و وقتی که اونجا برمیگرده میگه به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ بسوزد به آتش گرد جان و تن، به از بندگی کردن و زیستن. اگر مایه زندگی بندگی است، 200 بار مردن به از زندگی است. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. بیاریم آن آب رفته به جوی، مگر زان بیابیم باز آب روی. همه سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. که مردم با دست دادن خودشون تشویق کردن، گفتم چو ایران نباشد تن ما مباد، بدان بوم و بر زنده یک تا مباد. و مردم داستان رو گرفتن. کلید پنجم تو این داستان این است که گماشتگان این آقا به دنبال جناب علی و بنده خیلی بودن، به دنبال فرزندی میگردن که از فرانک، به دنبال فرزندی که پدرش آبتین رو کشتن. نشونیاش هم مشخصه. اینایی که تو تمام این کشور همه سلاح سنبره میدونن، چگونه است که نمیدونن فریدون کجاست؟ ولی کاوه که در میاد ور میداره میره در خونه فریدون، فریدون رو ور میداره میاره. وقتی اینو باز میکنی میبینی فریدون ها همیشه آماده. بله. فریدون در ایران وجود دارد امروز. کاوه ها وجود به شما داره الگوی زندگی داره به شما میگه که ببین نگران این نباش، فریدون در جایی بسیار مشخصه که از دید این پلیت ها دوره. و میره و فریدون میاره و بعد آمدن بله به زمانش، به زمانش اوست که میاد. و بعد باز کلید آخری که من میبندم اینو، و آقای نورزاده مردم با این کلیدها دارن میان با ما. این داستان دیگه داستانی نیست که من و شما تو دبیرستان میخوندیم و جناب فرزاد اینه ترجمه کرد آورد اونجا، و بعد آقای ناتل خانلری به کتاب مدارسشون، و چقدر زیبا در دو صفحه برمیگرم میگن که وقتی میاد این گرزه گاف سر رو بر میداره که بکوبه بر سر ضحاک، سروش از بالا میاد میگیره توش. فرشتگان از بالی من دستم، یعنی چی؟ این کلید بازگشای تمام داستان. میگه ببینید پلیدی رو نمیشه از بین برد، پلیدی رو باید مهار کرد. بستن دست ضحاک و به دماوند سپردنش یعنی مهار کردن پلیدی در آن جهان، پستی در آن جهان. از فردای اون روز همین جمشیدی که داره میگه، خون رستم از پیوست جمشید پیر با بانوی در ایران میاد. خاندان گرشاسب خانواده جمشیدن، خانواده فریدون خانواده جمشیدن، و تمام اینها تا روز اسفندیار هنوز افتخار میکنه که ریشه نهایتاً به این ترتیب. تلاش من اینه که با ساز، با آواز، با تفسیری شبیه این و شوخی هایی که با مردم میکنیم و تمام این تفسیرها، ضرب زورخونه، آواز، برو بیا، این گروه از کارهای من رو با مردم وقتی میخونم با توانا بود ترک دانا بود، به معنای اینکه توانا بود ارک دانا بود، ز دانش دل پیر و برنا بود. چقدر از پدر چقدر پدر گرفتی اینا رو؟ خیلی. ببین همیشه پدر شاهنامه رو حفظ بوده. ما میگم که وقتی میگیرم میگم ما رخصت از تهمتن مفید، لقب پدر تهمتن بود، اسم فرزند بهمنم تهمتن، یعنی تو خانواده مون.
که دست ما فرزندان رو گرفت در کشور شاهنامه، استان به استان ما رو برد. و تمام این استاندارانی که در این کشور شاهنامه بودن، که من یه متنی دارم که داره در میاد، شاهنامه رو کشوری تلقی کردم که در این هفت استانی که همه ما میشناسیم، از حافظ و از خیام و بعد میگیریم به نظامی و بعد میام به عطار و بعد میام به مولانا و بعد میام به سعدی و بعد میام به حافظ، این گروه که آخرش به جامی شاید برسه، ممکنه اون یکی از شهردارا باشه، من اینطوری وقتی تصور میکنم، این استانها، آقای نوریزاده، من اینو ادعا کردم، میگم امروزم میگم برای کسانی که به دنبال قضیه هستن، شاعرهایی که در مسیر تاریخ نگاهشون به شاهنامه مونده ماندگار بودن، آنهایی که نگاهشون به قرآن بوده از بین رفتن. یعنی اینهایی که بازگشتن به خودشون، و شما نگاه کنید، در خیام از جمشید خبر است، از حافظ از جمشید خبر است، میری به مولانا از جمشید خبر است، میری به عطار، میری به عطار که میبرتید با سیمرغ بالا. اصلا این هفت، این سبعه ای که همش در حالش صحبت است، که چگونه است ما هر جایی که برمیگردیم میگم اونجا، میگم برای اینکه اینا نگاهشون اون بوده. و در اون 400-500 سالی که صفویه میان، این رقتبار در مملکت حافظ، شما یک دونه شاعر در اون حد نبینید. رستم و سهراب تو در اونجا به وجود بیاد، شاهنامه در اینجا بیاد، در اینجا یه دفعه امیر ارسلان نامدار به وجود بیاد. ببینید چقدر این سخت. نه، وقت در زمان صفوی شما این شاعرها فرار میکنن میرن هند. بله، اونجا وقت درست فرار میکنن. من حالا ما چون نمیخوام وقتمون هم زیاد نیست، ولی من که مصاحبت سیر نمیشه. قربان برم، چقدر خوشحالم که در اینجا هست. ان شاء الله تماشاگران ایران فردا به زودی اردوان رو در هیئتی تازه خواهند دید، در یک شکل تازه و کلام ماه و دیگر مسائلی که حالا من باید به تفصیل به موقعش درباره صحبت کنم. حالا دلم بخواد یه خود حال کنیم. بریم رو حال. و عرض بکنم که امروز که ما داریم صحبت میکنیم، حالا من هم در تاریخیست، در این لحظه شنبه 21 من اجرای جدیدم رو خواهم داشت، و در شنبه گذشتهش اجرای شاهنامه. فقط این آخرین اجرات یکی دیگه داریم؟ نه، دو تا دیگه اجرا ما داریم که میریم. چه روزایی میشه؟ کارینگهام، نارینگهام، نمیدونم. حالا من دقیقاً دادم، خب من وقت تاریخ رو اعلام میکنم. بسیار. آنچه که مهمه این است که بدونن همون گونه که در شاهنامه بزم و رزم پهلوی هم قرار گرفته، من در این سفرم رزمم آوردم. حالا میخوام بگم سر رزم، سر بزم. یه نکته بهت بگم راجع به مرحوم پدرت، که من تو برنامه جمعه راجع بهشون صحبت کردم. ببین، همه شما رو به نوعی بارور کرد، یعنی شما برادران همینطور که آدم نگاه میکنه، همه تون یاد اون بزرگ بیژن زنده، همیشه زنده است با من. الان گاهی بهمن رو میبینم توی جاهای مختلف تو ایران، یاد اون روزا میفتم. و حالا تو هستی که پایدار باشی و تلاش بر این است. یعنی من فکر میکنم که پدر یه روز بهمن در یک مصاحبتی که داشتیم، مصاحبه ای که داشتیم، گفت ما نمیدونستیم پدر اون ما رو داره میذاره سر کار. یارو گفت چطور؟ گفتش که میامد میگفتش که خب تو امروز سهراب باش، برای اینکه تجدی آوردی باید تمام این قسمت سهراب از بر کنم. من مجبور شدم تمام قسمت سهراب از بر کنم، به اولم رستم و که چون تجدی آورده بودیم حالا در چی در حساب دسه. و اولم میگو آقا ما حساب دسه نمیخوایم. میگفت خب پس نمیخوایم، حالا پس شاهنامه رو از بر کنیم. بعد گردآفرید خواهر دوقلو من رو میذاش گردآفرید رو بازی میکرد. نهایتا ما شاهنامه رو تو زیر زمینی که پله داشت، این پله رو میکرد صحنه. به دونه دونه ما در این کشور وظیفه میداد بدون اینکه بگه. بهمن بازیگر بی‌نظیره. یعنی من میخوام بهتون بگم که من در نهایت بازی که مردم لطف میکنه اینو میگم، من انگوش کوچیکه بهمن نمیشم. بیژن نویسنده بی‌نظیری است، انگوش کوچیکش نه من میشم نه فعلا تاریخ. من بیشتر کارگردان بودم و بیشتر از مجموعه کار عرضه میکردم. پدر در اینجا آخرین اجرای من در سال 1983 وقتی رستم و سهراب رو نقل کردم، عشوش دیدی برنامه رو دید، نوار دید، عشوشش اومد و واسه جلو من، مثل اینکه نقالا این وسیله نقالیشون رو وقتی پس میدن به کسی دیگه یا لونگو که میدازن، یعنی عظیم بطویی، شونه من ماج کرد.
گفت حالا نقال خانواده توی. آخه یعنی گفتم از همون روز مسئولیت رو داد، یعنی شما دیگه از بعد نمیتونی نکنی دیگه. Go ahead. مرو رسوای دورون آفریدن، خراب و درب و داغون آفریدن، همه مستای عالم خوابشون برد، مرو از خواب ایشون آفریدن. گفتم که یار من میشی، صبر و قرار من میشی، گفت میشم اگر بشم، کشته میشم به خون آغشته میشم. گفتم بیا حال بکنیم، سر غم و چال بکنیم. گفتم بیا حال بکنیم، سر غم و چال بکنیم، هی داد و فریاد بکنیم، مردم رو بیدار بکنیم. گفت نمیام، گفت نمیشم، اگر بشم کشته میشم، به خون آغشته میشم. گفتم بیا درو کنیم گندم آبادیمونو، گفتم بیا قشو کنیم اسبای آزادیمونو. با گفت نمیام، گفت نمیشم، اگر بشم کشته میشم، به خون آغشته میشم. مرسی. ممنونم از اردوان مفید، براش آرزوی پیروزی در این عرصه بسیار بزرگی که میداندار شده و چنین حضرت فردوسی رو گرامی می‌دارد و اون بزرگوار در ذهن و فکر و صداش هست. از او سپاسگزاری می‌کنم و مطمئن باشید اردوان رو خواهیم داشت. مرسی. درود بر شما. ممنونم از اردوان گفت. با من باشین تکون نش. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا میرزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم. بگو عشقم میمونی پا به پا، واسا میخوام من بهت بگم، توی عمرم توی عشق خودم، بی تو من نمیتونم، بی تو من نمیتونم. بگم عشق تو وصله بتنم، مگه دیوونم بی تو بمونم. زبونم داره میگیره بگیر منو تا بگم، بگم همیشه عاشقت منم، بگم عشق تو وصله بتنم، مگه دیوونم بی تو بمونم. کرده همه دنیامو
عاشقت منم، بگم عشق تو وصله به تنم، مگه دیوونم بی تو بمونم. زبونم داره میگیره بگیر منو تا بگم، بگم همیشه عاشقت منم، بگم عشق تو وصله به تنم، مگه دیوونم بی تو بمونم.